فضلت علم بحد زیادتی و فضلت علم هم زیادتی و علم حاصل کردن در وقت ساعت نداره برد از مهربان. حالش خیلی ها فکر میکنن که ما 40-50 ساله شدیم ممکن وقت مگذشته علم حاصل کردن. نه، علم حاصل کردن انسان در هر وقت ساعتی که باشه میتونه که علم حاصل کنه، در تلاش علم باشه، ولی که 100 ساله باشه، ولی که 100 ساله هم که باشه میتونه که طالب علم شوه. انسان در تلاش علم باشه او را میگن طالب علم. همین در تلاشی که مال کشیدی تو را میگن طالب مال. طالب مال بدن یکون امر ساعت نداره. تو جوانی پیری در تلاش مال دنیا که رفتی تو را میگن طالب مال، یعنی که طلبگار مال. تو در تلاش یک علم، یک دانش، یک آیت فهمیدن کشیدی تو را میگن طالب علم. انسان چخیره که یک آدم میتونه که هم پدر باشه و هم برادر باشه و هم پسر باشه و هم با رئیس باشه و هم همه چی باشه. میتونه میخواه آدم اینه تقایی ما، هم پدر بچن به کودکاشه، هم پسر به پدر مادرشه، هم برادر به چند برادر دیگره، هم تصیح نیسته. یعنی که چند صفتون میتونه که در یک آدم جمع باشه و همه خیر. یا آدمی که کار میکنه، مزدوری میکنه، دکانداری میکنه، مغازینی میکنه، تجارت میکنه، همه آدم میتونه که هم طالب علم باشه. اگر علم باشه میتونه که استاد باشه. یعنی اگر تمام وقت نمیتونه طالب علم باشه، لیکن یک ساعت همون روزانه میتونه طالب علم شوه. میتونه که در همون یک هفته، یک ساعت، دو ساعت یا دو روزه خاص برای طلب علم. یک تابعی از شام خیصه به مدینه وقتی که می روه، یک صحابی حضرت عبدالله بن عمر و الله علم، یکون صحابی دیگه می پرسش که تو به خاطر چی اومدی از مدینه به شام می روه؟ تو میگه به خاطر چی اومدی شام؟ میگه به خاطر شنیدن که یک حدیث مستقیما از رسول خدا شنیدگی، می خواهم همون حدیث من از خودت بشنو. میگه تو واقعا برای از مدینه خیصه به شام به همین مقصد اومدگی؟ میگه بله واقعا به همین مقصد اومد. میگه تو به خاطر تجارت نیومدی شام؟ نه. میگه تو به خاطر یگان زیارت خشتبار نیومده؟ میگه نه. میگه من فقط به خاطر همین اومدم که مخت زیارت کنم و همون حدیثی که تو از رسول اکرم صلی الله علیه و آله مستقیما شنیدیش همون میخوام از تو بشنوم. میگه پیش از اینکه متن حدیث بگم تو برای من دعا کن، چون که تو طالب علمی، کلان سالی نمیبینی چند سالی، تو طالب علمی و تو اینقدر سفر کردی. واقعا شخصی که طالب علمی که به نیت علم سفر میکنه، خدا اون سفر رو آسان میکنه و ملائکه ها را که میگنه که پراش در تای قدم سفر ای در تای پای ای بیاندازن مونند قالین تا که یکان اذیت نبینه این آدم. تو یک طالب علم هستی، تو از برای کرم، از برای مهربانی تو برای من اول دعا کن که دعای طالب علم قبول ای. دیگه از این خاطر بعد از مهربان ما در هر حالتی که باشیم، چی در اروپا هم، چی در افریقا هم، چی در آسیا هم، چی کارگرم، چی تاجرم، چی مزدرم، چی متعلمیم، ما همه وقت میتونیم طالب علم باشیم. برای یک ساعت هم باشه همین جا که میاییم برای ادای نماز ما و برای که یکون کلمه خدا و رسول یاد بگیریم، همین نیت همین باشه تا میشه طالب علم. رسول اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند که الدنیا ملعونه و ملعونه ما فیها، دنیا همش لعنت شده از جانب الله جلال، لعنت شده این دنیا و ملعونه ما فیها، و در هر دنیا هر چیزی که هستی، مال، دولت، عزت، آبرو، ماشین، خونه، همه ایو لعنت شدگی هنیا. در ایو خیر نیستی، چیزی که لعنت شد در او خیر نیستی. لعنت یعنی که از خیر دور، در اینها یکان گرم خیر نیستی. الا ذکر الله و ما والا، مگر همو ذکر خدا و یا متعلق به ذکر خدا چیزایی هستن، او عالم او متعلم، یا عالم یا متعلم، یا استاد یا شاگرد. این همه چیزها لعنت شدگی نیستن دیگه. غیر از اون دیگه هر چیز دیگه است، ماشین، دولت، عزت، صدارت، وزارت، همه اینها لعنت شدگی هستن از جانب الله تعالی. دیگه خدا ما شما را فرصت داده ای که میتونین که روز نیم ساعت برای یاد گرفتن یک کلمه کوشش کنیم، تلاش کنیم. ما برای چی خدمت طالب علم نکنیم؟ در جایی که پدر هستیم، برادر هستیم، رئیس هستیم،
اکا هستیم، پسر هستیم، کارگر هستیم، در همون جمع اگر طالب علم میشن که شان شرف دنیا و آخرت ما آوا چوا، چی نقصان چی ضرر دارم؟ من سلک طریقا یلتمس به علم سهل الله له طریقا الى الجنه. الله عز الجلال رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمائن که شخصی که یک راه براوا سلک طریقا، هر راهی که باشه سلک طریقا، طریق مجهوله یا یکان راهی براوا که یعنی چی به طریق انترنت باشه، چی به طریق هفتوار حاضر شدن باشه، یا چی در همون جای کارش یکان کسی از خودش بهتر میدونه سگی را بیاور که درس بخونه، هر راهی که اختیار کنه در او یک علم حاصل کنه، یک گفته های خدا و رسول بفهمه، یلتمس به علم، که در همون راه او کوشش کنه که علم از خود کنه بفهمه، گفته های خدا و رسول از یاد کنه، یاد بگیره، سهل الله له طریقا الى الجنه. خداوند عز جلال برای او را همین راه اختیار کرده، همین راه چنان آسان میکنه که مستقیما به جنت میرسه، همین راه چنان آسان میشه برای او را که مستقیما در جنت میرسه. چندین آدمایی که به نیت طلب علم اومدن پیش یک عالم نشستن، یک حدیث فهمیدن، یک آیه فهمیدن، خیسن همون کار را خیسن عمل کردن، به همون سبب کارشو اوچی شدن، صاحب به جنت شدن. چون که اگر نمی اومد، طالب علم نمیشید، او حدیث یاد نمی گرفت، فضیلت صدقه و فضیلت خیر سخاوت نمی فهمید، فضیلت طلب علم و فضیلت دسکری نمی فهمید، او از کجا عمل میکرد؟ چقدر جنت یاد میگرفت؟ چون که فهمید آیات خدا و رسول و احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله در باره سخاوت، در باره فضیلت علم، در باره مسجد را آباد ساختن، در باره مسلمان ها را دستگیر کردن، در باره تمام خیرها وقتی یاد گرفت و فردا که خیس عمل کرد، همون کاری که عمل میکنه سببی رسیدن به جنت میشه. دیگه از خدای بزرگ مهربان باز میگم که ما در هر وضعیتی که باشیم، در هر کاری که باشیم، رئیس هم که باشیم، جای کارم که داشته باشیم، مسئول با کارم باشیم، میتونیم که همین یک روزی خدمت نیم ساعت چه 15 منوت چه برای طلب علم خاص کنیم و علم گفته خدا رسول از خط کنیم، تا که ما تو هم در کجایی که ما کارگر هستیم، در کجایی که ما رئیس هستیم، در همون در کجایی که ما مسئول با کار و مسئول با تربیت فرزندان باشیم، در همون جا ما طالب علم باشیم. دیگه از خود برادر از مهربان الحمدلله جمعیت تاجیکان و با صدارت ریاست برادر مسئول هفتوار ما روزه شنبه الحمدلله بعد از نماز خفتن درس ان شاء الله میگذاریم، ولو یک آیت یک حدیث هم باشه فهمیدنش خیر بهتر از دنیا و مافی های الحمدلله هفته گذشته اولین مرتبه هم بود الحمدلله بهترین گذشت، اما از برای الله ما گفتای خدا رسول اهمیت کنیم، عزت عبرو کنیم، چند قیمه گفته خدا رسول عزت کنیم، همون قدر خدا ما و شما را عزت عبرو میدید، همون قدر ما را سرخرو میکنند هم در دنیا و هم در آخرت. دیگه از این خدا انشاءالله هفتوات بعد از نماز خفتن خواست برای الله شده شرکت کنین، شخصایی که دور هستن به طریق انشاءالله انترنتی صوتن انشاءالله گفتن رسوندن میشه، چند قدری که کوشش کنیم خیر همون قدر عام کنیم انشاءالله همون قدر شر گور میشه، چند قدر که ما کوشش خیر عام کردن نکنیم و سستی کنیم همون قدر شر عام میشه. در این دنیا دو چیز امکان میشسته، یا در جایی که خیر هی در اوجه شر نیسته، در جایی که شر بدی و ناخوبی هی در اوجه خیر نیسته. کوشش کنیم که ما خیر همون قدر عام کنیم، در خونه هر یک کس برسه، در جیب هر یک کس برسه، در تلفن هر یک کس برسه، در تمام دنیا برسه، در هر یک کشور، در هر یک قشلاق، در هر یک شهر خیر برسه، تا که از اونجا شر گم شوه. دیگه انشاءالله امید هستم که امید دارم که خداوند ما شما را توفیق عمل نصیب میگردونه و هر چی گفتیم خواست برای الله گفتیم توفیق عمل نصیب میگردونن و توفیق شرکت برای یاد گرفتن و فهمیدن یک آیت هم که باشد توفیق نصیب میگردونه. سبحانک اللهم و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک و نتوب الیک.